به نام خدا بچه عزیز سلام، شب همگیتون بخیر باشه. ایشالله حالتون خیلی خوب باشه. بچه قرار این جلسه مبحث اعداد رو با هم بگیم. جلسه قبلی درس اسم بود، راجع به اسمها، جنس، تعداد و ویژگی های اسم ما هم صحبت کردیم، قسمت اسماء اشاره و ترکیب های اضافی و وصفی رو گفتیم. این جلسه قرار با هم قسمت اعداد رو بگیم. بچه چند تا توصیه بکنم قبل اینکه شما آنلاین بشین، به دوستانتون داشتم میگفتم. یکی این که حتما بچه ها بعد از هر درس یه مرور سریع داشته باشین از اون درسنامه، یک بار تست های مربوط به اون درس رو بزنین و بعد تست ها رو علامت دار کنین. و حتما توصیه میکنم تست های شک دارتون، چیزی که نمیتونی صورت سوال رو درست بخونین و متوجه بشین، جاهایی که غلط زدین، اینها پاسخ ویدئویی برای همین قسمته، براتون گذاشتیم، اون قسمت رو حتما نگاه کنین. اوکی، خب برای این درس بچه درس قبلی پیش نیاز نیست، در نتیجه دوستانی که درس قبلی رو نبودن میتونن این جلسه سر کلاس حضور داشته باشن. خب بریم سراغ شروع. بچه کلن اعداد رو ما برای چی به کار میبریم؟ چجوری عربی؟ کاربرد اعداد برامون توی عربی برای چی هست؟ بچه همونطور که ما از اعداد برای شمارش و برای ترتیب بخشیدن به اشیا، برای رتبه بندی استفاده میکنیم، عربا هم همین کار رو میکنن. مثلا من میخوام بگم آقا من رتبه اول شدم، مثلا تو شهرم من شدم دومین نفر، من کلاس سومم. ببینید اینها رتبه بندی دارن. من نفر اولم یعنی بین یه تعدادی رتبه من نفر اول شده. من نمیدونم نفر صدم شدم یعنی رتبه من اینجوری شده. پس یه سری اعداد ترتیبی داریم که این اعداد ترتیبی رو برای بیان رتبه بندی استفاده میکنیم. اعداد اصلی برای چیان بچه؟ برای شمارش. مثلا من میخوام بگم 3 تا نون، 4 تا کتاب، 5 تا پنجره، 6 تا نمیدونم آینه و الی آخر. خب پس اعداد اصلی رو برای شمارش استفاده میکنیم و از اعداد ترتیبی برای رتبه بندی. اینها رو خوب یادتون باشه. پس من وقتی میگم عدد اصلی، شما این باید تو ذهنتون بیاد، وقتی میگن عدد اصلی یعنی عددی که برای شمارش ازش استفاده میکنیم. بچه اصلا چجوری اینو حفظ کنین؟ عدد اصلی یعنی همون عددی که برای شمارش بودن و اینجوری باید ترجمه بشن، مثلا یک کتاب، 3 کتاب، 4 تا نمیدونم پنجره فلان. چون کار اصلی اعداد همینه دیگه، که یه چیز رو باش بشماریم. مثلا میگیم 100 تا میز میخوام بفروشم فلان، نمیدونم 15 تا درس این کتاب، 4 تا جزوهش مثلا راحته، هر کدوم 50 تا سوال داره. کار اصلی اعداد برای ما شمارشه. درسته یه کاربرد فرعی هم که داره اینه که برای رتبه بندی از اعداد استفاده میکنیم. خب بچه اعداد اصلی که شما خیلی باهاشون سر و کار دارین، این اعدادی هم که داخل جدول براتون نوشتیم، اعداد 1 تا 20. خوب اینا رو نگاه کنین، برای چند دقیقه به این اعداد با هم زل بزنیم ببینیم چی به چیه. آقا عدد 1 توی عربی میشه واحد، خوب دقت کنید، عدد 1 میشه واحد. عدد 2 میشه اسنان. بچه اسنان به صورت اسنین هم میاد. خب اسنینه، این همون الف و نون مثناس، انگار این آخر اسنان اومده، آخرش میتونه یا و نون هم بگیره، بسته به جایگاه کلمه مونه که کاری به این ندارین، اصلا برای شما مهم نیست. پس اسنان یه حالت دیگه هم داره که اسنین هست. اعدادمون بقیه شون ببینید حالت معمولشون انگار به صورت مؤنث میاد، حالت معمولشون یعنی روتینشون این شکلی. حالا براتون میگم کجا حالت مؤنث این اعداد رو به کار میبریم و کجا حالت مذکرش رو. خب این اعداد اصلی 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 و 10. خب اینها اعداد 1 تا 10ن. بچه ها عدد 1 و 2 به این شکلی که براتون نوشتم، حالت مذکرشون واحد میشه، مؤنثش میشه واحدت. اسنان و اسنین حالت مذکرن، اسنتین و اسنتان میشن حالت مؤنث. واضح دیگه، به جای اینجا یه دونه ت میگیره قبل یا و نون و قبل الف و نون. پس اسنتان و اسنتین، حالا من یکیشونو مینویسم، اسنتانه میشه عدد 2 به صورت مؤنث. اینای دیگه بچه تا اینا همشون مذکرشون رو من براتون نوشتم، یه تای گرد آخر هر کدوم اضافه بشه میشه مؤنث. ببخشید، یه تایی گرد از آخر هر کدومشون حذف بشه میشه مؤنث. مثلا اینجا سلاس میشه حالت مذکرش، اربع میشه حالت مذکر، خمس، ست، سبع، ثمانی، تس و عشره.
بنابراین این تایگرد آخر رو که از این اعداد حذف کنیم، حالت مذکرشون به دست میاد، این حالت مؤنثشونه، مؤنث این اعداد تایگرد داره دیگه، واضحه. وقتی تایگرد رو برداری میشه مذکر. این دوتا حالت مذکرشونه، تایگرد بگیره یا این تر رو بگیره برای اسنتانه و اسنتانه میشه حالت مؤنثش. اینا رو به صورت کلی میگم که تر ذهنتون بمونه، اعداد اصلیمون شامل اینهان و به این شکل حالت مذکر و مؤنثشون به کار میره. حالا بچه ها یه نکته ای که مهمه، یکی از چیزایی که کلن توی کنکور شما، توی کنکور نظام جدید خیلی مهمه، اینه که ما اعداد رو باید ترجمه کنیم. بیشتر از هر چیزی ترجمه رو از شما میخواد. مثلا اینجا بچه ها ستت، سبعت و تسعت با هم قاطی میشن. تجربه نشون داده توی، یعنی طراحای سوال این رو فهمیدن، آقا بچه ها که میان اینها رو با هم قاطی میکنن، یادشون میره ستت شیش بوده، سبعت هفت بوده و تسعت نه بوده. چجوری حفظشون کنیم؟ تسعت بچه تاسوعا آشورا، ما همیشه میگیم دیگه تاسوعا آشورا. تاسوعا یعنی روز نهم محرمه، آشورا هم که روز دهمه. پس در واقع تسعت برای به نه اشاره میکنه. راجب سبعت چجوری حفظ کنیم؟ سبعت بچه اسبوع زیاد میشنویم، زیاد به کار میبرن عرب ها. اسبوع یعنی هفته، سبعه پس به معنی هفته هست. عدد هفت رو از این میتونیم برداشت کنیم. ستت چی؟ ستت رو چجوری یادمون بمونه؟ شنیدین میگن اصلا اولا که ست با شیش یکیه، بعد دیدین دیگه میگیم یه ست، مثلا یه ست بخوای بگیری یعنی شیش تا از اون چیز هست. یه جین بخوای بگیری مثلا دوازده هست، یه ست بخوای بگیری شیش تا از اون چیز میزا توی جعبت هست. اینا فقط میگم که بتونین به خاطر سپاری داشته باشین، یعنی سر جلسه کنکور یه استرسای بی خودی با آدم رو میکنه، یه هم مثلا یادتون میری خود سبعت هشت نو یادتون میره، میپره از ذهنتون. اینو برای همین دارم بهتون میگم، تسعت رو اگه یادتون رفت با تاسوعا یادآوری کنین، سبعت رو با اسبوع یادآوری کنین، ستت هم که دیگه حالا ست رو به خاطر بیارین که چیزایی که میخریم شیشتاییه و الی آخر. خب قسمت دوم چی؟ بچه قسمت دوم رو نگاه کنین. اولا که اینجا بچه این همین بوده، اسنا بوده، به اضافه یه ده خواسته بشه. بچه صدای من رو دارین؟ صدا اوکیه؟ یه فیدبک به من بدین، صدا تصویر خوبه؟ قد شد؟ خب اشکال نداره. یه لحظه چقدر طول کشید بچه ها؟ فهمیدین چی گفتم؟ یه لحظه فکر کنم قد شد. آره اشکال نداره، یه لحظه قد شد. اوکی اوکی مرسی. اوکی الان میگم. خب بچه ها پس گفتیم که تاسوعا، اسبوع و ست رو حفظ کنیم. خب این ستا رو حفظ کنیم، این ستا رو قراره سر جلسه کنکور با هم قاطی نکنیم. حالا اینا رو که یاد گرفتین، بیایم سراغ اعداد 11 تا 20. اینا رو چجوری حفظ کنیم؟ احد عشره، احده که خیلی واضحه به یک اشاره داره، عشره هم که یعنی ده. بچه ها دقت کنید بین این اعداد، بین اعداد 11 تا 19 که اینجا براتون گذاشتم، 11 تا 19 واو نداره. ببینید بین این دو جز اصلا واو نداریم. پس حواستون باشه احد و عشره اشتباهه، اسنا و عشره نداریم. اینها به این شکلن، احد عشره، اسنا عشره، ثلاثه عشره و الی آخر. خب حالا پس اینها اعداد 11 تا 19 بینشون واو به کار نمیره. اوکی این از این، یعنی اگه واو سر جلسه کنکور ببینین بین اربعته و عشره، مثلا اینجوری بنویسه اربعته و عشره و بیاره کدوم عدد رو ما اشتباه به کار بردیم، این رو باید علامت بزنیم سریع. چرا؟ چون ما کاربرد اعداد 11 تا 19 مون توی عربی بدون واوه. خب اینم گفتم این اسنا عشره، این همون اسنانه بوده، اسنا انگار در جایگاه مضاف قرار گرفته، در نتیجه نونش رو از دست داده. پس اینجا به این شکل یادتون میمونه این دوازده. بقیهش هم همون عدد اصلی رو آورده، دقت کنید همون عدد اصلی رو داریم و به اضافه یه دونه عشره شده، باعث شده که تبدیل بشه همون 13، 14، 15، 16 و الی آخر. بچه یه نکته دیگه که بین این اعداد داریم و بین این اعداد تفاوت هست اینجاست.
ببینید عددی 11 و 12 رو ببینید و با اینها تو ذهنتون بچه ها الان دارین نگاه میکنین، بچه من رو ببینین، این دوتا رو مقایسه کنین، دوتا گروهی که من بستم. گروه اول، این قسمت اول و قسمت دومشون مثل همه، یعنی نه عهده آخرش مثلا تایی گردی چیزی داره نه اشاره، اینجا هم همینطور. اما اعداد 13 تا 19، پس اعداد 11 و 12 جز اول و دومشون به جهت مؤنث و مذکر بودن مثل همه. خب مثلا اثنتا عشره نداریم، باید اثنتا عشرته باشه. مثلا احد عشره، احدا عشرته حالت مؤنثشه. خب به این شکل حالت مؤنثش به کار میره، هم این یه نشانه مؤنث داره، هم این اثنتا عشرتا، هم اثنتا یه نشانه مؤنث میگیره هم عشرت. اما از 13 تا 19 بچه ها جز اول و دوم مخالف هم میان. یعنی چی؟ یعنی مثلا سلاست عشره رو ببینید، اگه بخوایم حالت مؤنث به کار ببریم میشه سلاس عشرتا. ببینید این بار این تای گردش رو میده به این یکی. پس از 13 تا 19 جز اول و دوم عددمون اون تایه گردش جا به جا میشه، هر بار به یکی تعلق میگیره. حالا بچه ها به صورت کلی این رو یادتون باشه که ما بر اساس آخر کلمه قضاوت میکنیم دیگه، درسته؟ ما میگیم آقا آخر کلمه تایه گرد یا علامت مؤنث داش مؤنثه. مثلا ثلاثت عشره الان آخر کلمه اینجا میشه دیگه، ثلاثت عشره مذکره، ثلاث عشرتا حالت مؤنثشه چون آخرش تایه گرد داره، اربعت عشره حالت مذکره، اربع عشرتا چون آخرش تایه گرد میگیره میشه حالت مؤنثش. پس این قرارداد رو هم با هم داشته باشیم که اینها تایه گردشون رو اگه بگن به عشره، پس اگه عشره ما تایه گرد بگیره در انتها میشه حالت مؤنث عددمون. اوکی خب راجب 11 و 12 چی؟ اینو با هم تغییر میکنن، احدا عشرتا، اثنتا عشرتا، اینها میشن عدد 11 و 12 به صورت چیز، به صورت مؤنث. خب حالت مؤنث و مذکر همه رو بهتون گفتم که چه جوری هم اینا عدد اصلی هم که برای شمارش به کار میرن. حالا بچه ها یه چیزی این آخر نوشتم، اشرون. ببینید اشرون یعنی 20. بچه ها کلن اعداد 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 به این اعداد توی عربی میگیم اعداد عقود و یه سری قواعد خاص خودشون رو دارن که راجبشون صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ این که راجب هر کدوم از این دسته هایی که تا الان صحبت کردیم یه سری قواعد بهتون بگم که توی ترجمه خیلی به کمکتون میاد. راجب عدد 1 و 2 بچه چیا باید بدونید؟ عدد 1 و 2 بچه همیشه خدا نقش صفت دارن. ببینید این جمله خیلی بار معنایش بالاست، همیشه خدا نقش صفت دارن. اولا صفت خب واضحه، صفت همیشه بعد موصوفش میاد دیگه، بعد اون کلمه ای که میخواد توصیفش کنه. توی عربی ما همیشه مثلا میگیم کتاب مثلا الکتاب المفید، درسته؟ کتاب مفید اول کتابه که میخوایم توصیفش کنیم میاد و بعد مفید قرار میگیره. اعداد 1 و 2، اعداد اصلی 1 و 2 توی عربی همیشه خدا صفت واقع میشن. پس چه اتفاقی میفته بچه ها؟ پس حتما بعد معدودشون میان. خب حتما بعد از معدود، معدود یعنی اون چیزی که داریم میشماریمش دیگه، مورد شمارش قرار گرفته رو میگیم معدود. مثلا من میخوام بگم یک کتاب، میگم کتابون واحدون. ببینید کتاب مذکره، پس من حالت مذکر واحد رو به کار میبرم. چرا؟ از کجا فهمیدم؟ خب این صفته، عدد 1 و 2 صفتن، پس حتما بعد از معدودشون میان و از نظر جنس مطابق معدودشونن. اوکی بچه ها اینها همیشه نقش صفت دارن. آقا من چجوری اینو حفظ کنم؟ مهمه بچه ها، عدد 1 و 2 نقش صفت دارن و از نظر این دیگه واضحه، وقتی نقش صفت دارن یعنی هم بعد از معدودشون میان هم از نظر جنس باید مطابقت کنن. اصلا صفت و موصوف باید از نظر جامع با هم مطابقت کنن، یکیشون جنس دیگه. خب بچه ها اینجا رو خوب دقت کنید، کتابون واحدون ترجمهش چی میشه؟ میشه یک کتاب، درسته؟ تلمیزتانه اسنتانه چی میشه؟ میشه دو دانش آموز. ببینید از همین الان یاد بگیرید بچه ها، ما به هر حال معدودها رو به صورت مفرد ترجمه میکنیم، از الان تا هر چند تا میلیون تا میلیارد. خب پس
ما عددها رو به صورت مفرد ترجمه میکنیم، معدودها رو به صورت مفرد ترجمه میکنیم. این صفت بچه ها، ما با اعداد و صفت ها مثل هم برخورد میکنیم. چه اعداد، چه صفت ها، چه اعداد اصلی و چه صفت ها همیشه خدا مفرد، ببخشید اعداد نه معدودها، و چه صفت ها همیشه خدا مفرد ترجمه میشن. پس یکی معدود و یکی چیزی که کلن صفت واقع میشه، اینا مفرد ترجمه میشن. اوکی، ترجمه میشون. پس عدد یک و دو که جز اعداد اصلی بودن به عنوان صفت واقع میشدن، همیشه بعد از معدودشون میان و از نظر جنس مطابق معدودن، مثل کتاب واحد و تلمیزتان اسنتانه. بچه ها اعداد یک و دو یه نکته خیلی جالب دارن، این که اومدن و نیومدنشون خیلی فرقی به حال ترجمه ما ایجاد نمیکنه. مثلا کتابون واحدون، اگه کتابون هم بیاد ما میگیم ترجمهش چی میشه؟ میشه یک کتاب یا کتابی، درسته؟ مفرد ترجمهش میکنیم. یا تلمیزتانه، اگه اسنتانه هم نگیره میگیم دو دانش آموز دیگه، درسته؟ اما بچه یه تفاوتی داره، ما کلن مثناها رو مثلا تلمیزتانه، مثل کتابانه، خب مثل معلمانه، مثل معلمینه، اینها رو همه رو توی عربی ما میتونیم هم به صورت مثلا دو دانش آموز ترجمه کنیم، هم بگیم دانش آموزان، درسته؟ چون ما توی فارسی یه مفرد داریم یه جمع، میتونیم دیگه دوشو نگیم، بگیم که تلمیزتانه میشه دانش آموزان یا میشه دو دانش آموز، هر دوی این ترجمه ها برای یک کلمه مثنا درسته. اما وقتی این اسنتانه رو میگیره اینجا، وقتی انتهای تلمیزتان اسنتان رو میره، دیگه حتما باید ترجمه کنیم، دیگه راه نداره، چون عددتون رو انگار حذف کردیم، دیگه نمیتونیم بگین دانش آموزان، باید بگین دو دانش آموز. کتابون واحدون هم یه همچین حالتی داره، یعنی کتابون اگه به تنهایی به کار بره یک اسم نکرس، هم میتونیم بگیم کتابی، هم میتونیم بگیم یک کتاب، هم میتونیم بگیم یک کتابی. ولی وقتی کتابون واحدون به کار میره، واحد رو حتما باید ترجمه کنیم، یعنی واحد رو حتما به عنوان یک باید ترجمه کنیم. پس ترجمه یا میشه یک کتاب یا میشه یک کتابی، اوکی؟ ولی دیگه نمیتونیم کتابی خالی ترجمهش کنیم. پس اعداد یک و دو بعد از معدود میان، معلومه صفتن دیگه، و از نظر جنس هم بازم معلومه مطابق معدودشونن، چون نقش صفت دارن. بچه ها بجز اعداد یک و دو توی اعداد اصلی که تا الان صحبت کردیم، بقیه اعداد قبل از معدودشون قرار میگیرن. یعنی مثلا مثل خودمون توی فارسی مثلا میگیم سه کتاب، نمیگیم کتاب سه، اوکی؟ یا کتاب ها سه تا، همچین چیزی نمیگیم. ما و عرب ها مثل هم اعداد رو میگیم بجز یک و دو. یک و دو رو اونا برعکس میگن، چون یک و دو صفتن. این هزار بار آقا اعداد سه تا ده یه قاعده خیلی واضح دارن. بچه شما فقط کافی این رو حفظ کنین، ستت ایام رو حفظ کنین لطفاً، و لطفاً این مثال رو حفظ کنین، یاد بگیرین بچه ها میانبرها رو، مخصوصاً یاد بگیرین که مثال حفظ کنین. توی درسای حفظیتون این حرکت خیلی به کارتون میاد. مثلا یه چیزی یا قاعده ای داره، نمیخواین اون قواعد زیاد حفظ بشه و حفظی نیستن، یادتون ممکنه بره، در نتیجه یه مثال براش حفظ کنین، سر اون مثال تجزیه تحلیل کنین. مثلا اینجا آقا اعداد 3 تا 10 چی گفتم؟ گفتم که همه عددهای دیگه جز یک و دو همیشه قبل از معدودشون میان، قبول؟ خب اینجا چی رو داریم میشماریم؟ روز رو داریم میشماریم دیگه. خب عدد قبل از معدود اومده، این واضحه. از نظر جنس مخالف معدودن. بچه خوب اینجا رو دقت کنید، ایام یه کلمه یه که چیه؟ جمع مکسره، درسته؟ مفردش میشه، ما بسته به مفردش تصمیم میگیریم که این یه کلمه مؤنث یا مذکره. ایام مفردش میشه یوم، قبول؟ خب این یوم که مذکره، چه عددی از 3 تا 10 باید براش انتخاب کنم؟ باید حتما از نظر جنس مخالفش باشه. پس وقتی من میخوام از 3 تا 10 عدد بیارم، اون تای گرد آخر رو باید حتما گذاشته باشم، چون یوم مذکره و این عدد من قراره برخلاف اون بیاد. مثلا میگه سلاست ایام، اربعت ایام، خمست ایام، ستت ایام، که اینجا ستت ایام رو براتون به عنوان مثال آوردم. بچه ها یه نکته دیگه هم که اینها دارن، عدد 3 تا 10 دارن، اینه که معدود همیشه به صورت جمع میاد. حالا من اولش گفتم ستت ایام رو حفظ کنیم، قضیه حله. بیایم ببینیم آقا ستت ایام، اولا ایام میدونیم مفردش میشه یوم و به صورت مزد.
مذکره. ستت به صورت مؤنث اومده، قبول؟ خب پس از نظر جنس مخالفن. ستت ایام، ستت قبل از ایام قرار گرفته، پس عدد قبل از معدودش میاد. و معدود که ایام باشه به صورت جمع به کار رفته، پس معدودشون همیشه به صورت جمع میاد. پس بچه ها ببینید تا الان چیا حفظ کردیم. یکی این که عدد یک و دو بعد معدود میان از نظر جنس مطابقت میکنن و نقش صفت دارن. دو این که برای عدد سه تا ده من سه تا ایام رو حفظ کردم. سه تا با یوم جنسشون مخالف همه، پس به جهت جنس مخالف هم میان. معدودم ایامه که به صورت جمع اومده، من به صورت مفرد ترجمهش میکنم، کاری به ترجمه نداریم. ولی معدود به صورت جمع میاد توی عربی برای این دسته کلمات. و بچه ها نکته مهمش هم اینه، حتما حتما عدد ما اینجا ستت هست قبل از معدودش میاد. بچه ها راجع به اعداد 11 و 12 و 13 تا 19 این تنها تفاوتشون بود که آقا توی 11 و 12 دوتا جز مثل هم به صورت مؤنث و مذکر به کار می رفتن. مثلا احد عشره، احدا عشرته، اثنا عشره، اثنتا عشرته. ولی 13 تا 19 ثلاثت عشره داریم، از اون ور حالت مؤنثش میشه ثلاث عشرته. خب این اعداد بجز این تفاوتشون بقیه چیزاشون مثل همه بچه ها. معدودشون مفرد میاد، یعنی برخلاف اینجا که ستت ایام داشتیم، اینجا یه کلمه دیگه بیاین حفظ کنین، یه مثال دیگه حفظ کنین، احد عشر کوکبا. این رو به عنوان یک مثال برای اعداد 11 تا 19 میتونین حفظ کنین. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ خب میتونم از روی همین مثال بگم، احد عشر کوکبا، احد عشر قبل از معدودش قرار گرفته، درسته؟ گفتم مثلا بجز عدد یک و دو باقی اعداد هستیمون قبل از معدود میان. خب اینجا قبل از معدودش اومده. معدودش رو ببینید بچه ها، کوکب یه کلمه مفرد دیگه، به معنی ستاره. کوکب مفرد، در حالی که ایام چی بود؟ جمع بود. فقط اعداد 3 تا 10 بودن که به این شکل معدودشون جمع می اومد، بقیه همیشه اعدادشون معدودا مفرد میاد. پس معدود این مفرده. از نظر جنس چه جوریان؟ خب احد عشر حالت مذکره، کوکب هم حالت مذکره. کوکب که چیز نگرفته، تای گرد و یا و اینا که نگرفته که بگی مؤنثه، جز اون مؤنثای معنوی و سمایی و اینا هم که نبود. پس کوکب مذکره، احد عشر هم به صورت مذکر اومده. اینجا بچه‌ها دقت کنید، این رو ببینید، این مثال دومی رو، ستت عشره تل میزن. اولا بین ستت و عشره واو نداریم، بین اعداد 11 تا 19 به هیچ وجه توی عربی واو نیست، بین دو جزشون واو نداری، این هیچی. آقا خود عدد رو به صورت مذکر میاریم، یادتونه گفتم جنسش رو از روی این عشره تعیین میکنیم، نه از روی این جز اول. میگیم آخر کلمه تای گرد داره یا نداره، که اینجا آخر کلمه تای گرد نداره. خب من احد عشره کوکبا و ستت عشره ترمیزن رو دارم میبینم، هر دوتاشون عدد قبل از معدود قرار گرفته، معدود به صورت مفرد اومده، از نظر جنس تطابق میکنن با عددشون. پس ستت عشره به صورت حالت مذکر عددم، تلمیزن هم مذکره، کوکبن مذکر، احد عشره هم مذکره، برخلاف ستت ایام که اینجا عددمون مؤنث بود و معدود شده بود به صورت مذکر. خب بچه این دوتا مثال رو که حفظ کنین، این دوتا، یکی احد عشر کوکبان یا یکی ستت ایام، خیلی کارتون راحت میشه. یعنی اگه هم جایی از شما قواعد بخوان، این دو تیکه رو میخوان. اگه جایی بخوان، خیلی کم پیش اومده تا الان، بیشتر توی آزمون‌های آزمایشی پیش اومده که همچین حالتی رو از شما بپرسن. بچه ها معمولاً ترجمه اینها رو از شما میخوان، یعنی معمولاً میخوان که شما این اعداد هستی ترجمهش رو بدونین. اما اگه هم بخوان توی قواعد سوالی بپرسن، این دوتا مثال رو که حفظ کنین خیلی کارتون را میفته. پس یکی ستت ایام رو حفظ کنین برای عدد 3 تا 10، دستبندی ها رو هم یادتون باشه. مثلا یهو نگین این عدد 3 تا 15 رو من با این حفظ کردم، نه، عدد 3 تا 10، 3 تا 10 رو با ستت ایام حفظ کنین، 11 تا 19 رو با احد عشر کوکبا. اینا رو برای این میگم که ترکیبای آشنایان زیاد به گوشمون خورده. حالا توی داستان حضرت یوسف مثلا احد عشر کوکب اومده، ستت ایام هم که حالا تعداد روزای خلقت زمین و آسمون بوده. خب بچه‌ها بریم یه مرور سری داشته باشیم با یکی از دوستانتون که این قسمت رو، چون یه ذره حفظی این تیکه نمیخوام زود پیش بریم. خانم مرادی عزیز سلام، من دوباره زدم فکر کنم میوت شدی. خانم مرادی
سلام خانم دکتر. سلام، خوبی؟ چطوری؟ ممنونم، مرسی. خوبه تا الان؟ اوضاع خوبه؟ فهمیدی چیزایی که گفتیم؟ بله عالی. خیلی هم خوب. آقا به من بگو سبعت و تسعت کدومشون هفتن کدومشون نهن؟ سبعت هفت، تسعت نه. آه، اعداد یک و دو قاعدهشون رو میدونی؟ قاعدهش رو بگو، هر چیزی که یادت مونده سریع. قبل معدود بعد معدود؟ بعد معدود. بعد معدود میان. بعد از لحاظ جنس چه نسبتی دارن با معدود؟ خب چون نقششون صفته باید با معدود مطابقت داشته باشن. باریکلا. و اینها تنها اعداد، یعنی یه جمله گفتم این رو یادت نره، گفتم آقا این اعداد اومدن نیومدنشون خیلی فرقی نداره دیگه، درسته؟ چون ما تلمیزتانه رو همون دو دانش آموز ترجمه میکنیم، تلمیزتانه اسنتانه رو هم همون دو تا دانش آموز. راجع به 3 تا 10 من سریع سوال میپرسم جواب بده. اول عدد میاد یا معدود؟ اول عدد میاد. اول عدد. عددش عدد رو به صورت چیز معدود رو به صورت مفرد ترجمه میکنیم یا جمع؟ ترجمهش به صورت مفرده. آها، ترجمهش به صورت مفرده، ولی خودش چجوری میاد؟ به صورت جمع میاد. از جهت جنس چه چه چیزی دارن، چه نسبتی دارن؟ مخالف معدودن. مخالف معدوده، مرسی. راجب این ستت ایام تو ذهنت دیگه، قبول؟ با بله. این تصمیم میگیری که هر کدوم این قواعد که میگم چی باشه. راجب اعداد 11 تا 19، اولا 11 و 12 چه فرقی با بقیه داشتن؟ خب اونا جنسشون مثل همه، ولی اعداد 13 تا 19 مخالفن با. باریکلا. بین جزء اول و جزء دوم از 11 تا 19 چی نداریم؟ واو نداریم. واو نداریم. اینو یادتون نره بچه، این شاید خنده دار به نظرتون میاد، خیلی مهمه، میتونن با همین براتون دام بذارن. اون لحظه سر جلسه کنکوری یه ذره هول هولکی میخواین جواب بدین، نوشته احدا و عشره کوکبا، میگین خب احدا و عشره آفرین، این که خیلی درسته، اینو اصلا حفظ کرده بودم. حواستون باشه بین جزء اول و دوم از اعداد 11 تا 19 واو نذارن. مرسی خانم مرادی عزیز، متشکرم. خواهش میکنم. خب بریم سراغ ادامه. بچه ها از اینجا به بعد قواعد خیلی مهم نیست، یعنی قواعد من نوشتم براتون ها، میتونین یه نگاه بهش بندازین، ولی خیلی دیگه مهم نیست. اگه بخوان تو قسمت قواعد سوالی بدن، از اعداد 1 تا 19 معمولا سوال میدن. حالا چی داریم اینجا؟ اینجا یه نکته رو هم دوباره بچه ها، این من تاکید که من همیشه تاکید میکنم این نکته، بین اعداد، بین دو جزء اعداد 11 تا 19 واو نداریم. این از این اعداد عقود. رسیم به اعداد خوشگل عقود. بچه ها اعداد عقود، اعداد 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 هستن. 100 شاملشون نیست، 10 هم توشون نیست. خوب دقت کنید، نه 10 دارن نه 100، از 20 شروع میشه 90 تموم شده. بچه این اعداد عقود برخلاف بقیه که هی مؤنث میشن مذکر میشن تغییر میکنن، اعداد عقود همیشه ثابت به کار میرن، همیشه یه حالتن. بعد یادتونه گفتم فقط عدد 1 و 2 ان که بعد از معدودشون قرار میگیرن، بقیه اعداد همیشه قبل، اعداد اصلی همیشه قبل از معدودشون میان. اینم همونطوریه. و یادتونه گفتم فقط اعداد 3 تا 10 ان که این معدودشون به صورت جمع میاد، بقیه همشون به صورت مفرد میاد. اینم پس مفرده. نکته خیلی مهم بچه، حواستون رو اینجا بدین. اعداد عقود مثلا کلمه اشرینه رو ببینین چه دام خوشگلی میتونه داشته باشه. شما سر جلسه کنکورین توی سوال ضبط حرکات داده اشرینه، میگین خب دیگه اشرینه یعنی 2 تا 20، این رو مثنا کرده، آفرین، پس این میشه 20. این واضحه، این که ضبط حرکت خطا نداره. بچه اعداد عقود انتهاشون، این نکته ضبط حرکت ها، واو و نون یا و نون مفتوح میگیره، این جمع مذکر. بچه ممکن نیست یه عدد عقود بهتون بدن که واو و نون و یا و نونش کسره داشته باشه. سمانونه نداریم، سمانینه نداریم، سلاسونه نداریم، اشرینه نداریم، اربعینه نداریم، نداریم اینا رو بچه ها. حتما حتما باید واو و نون یا و نون مفتوح در انتها باشه. این رو به عنوان نکته ضبط حرکت میگم. سوال میاره کدوم ضبط حرکت اشتباهه،
دو تا عدد اوهود براتون گذاشته، یکیشون اشرینه هست، اشرینه رو کسره داده، سلاسونه رو فتحه گرفته اون آخری. بعد میگین آها خب این چون مثناست قشنگ معلومه دو تا ده میشه 20، پس این مثناست، این که درسته، اون یکی هم که جمع بست، آفرین عالیه. طراح اصلا برام دام نذاشته، نه بچه اینجا دامه، دام سوال همین قسمت اعداد و عقوده که میتونن بیشتر روی این کار کنن، چون ذهنتون شروع کنه یه تجزیه تحلیل های خفنی سر جلسه کنکور میره که باورتون نمیشه. خب پس اعداد و عقود بچه ها، گفتم این که ترجمهش رو بدونید، اشرینه و اشرونه، سلاسینه و سلاسونه، اربعینه و اربعونه، خمسینه و خمسونه، ستینه و ستونه، نمیدونم سبعونه و سبعینه، معلومه دیگه همینجوری یابانون و وابانون میگیرن تا 90 میره، تسعینه و تسعونه. بچه ها اینها معنیشون رو بلد باشین، به صورت 20 40 50 60 70 80 90 باید ترجمه کنین. به صورت کلی هم یه صورت ثابت دارن، ربطی به جنس ندارن. به اعداد 21 تا 99 به جز قسمت عقود، یعنی تو 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 رو ازش خارج کن، به 21 تا 99 میگیم اعداد ترکیبی. مهم نیست چی بهشون میگیم، نکته مهمشون چیه که شما بلد باشین اینها رو ترجمه کنین و بچه ها بدونین که واو میگیره بین جزء اول و دومشون. برخلاف 11 تا 19 اینجا توی اعداد 21 تا 99 بین جزء اول و دوم عدد واو میاد. واحدن و ستین کتابن، ستتن و عشرین کتابن. بچه ها واو نشان میده که شما دارین با یک عدد ترتیبی برخورد میکنین. حالا توی اعداد ترکیبی بچه ها من اصلا کاری به قسمت قواعدش ندارم، قواعد این رو تقریبا به صورت قطعی میتونم بگم نمیارن، براتون نوشتم یه نگاه بهش بندازین ولی خیلی به کارتون نمیاد. چیزی که مهمه برای این اعداد ترکیبی بچه ها اینه، عرب ها جا به جا میگن، میگن 1 و 60، نمیگن 61، میگن 6 و 20، نمیگن 26، اما ما اینجوری ترجمه میکنیم. یعنی 26 رو که بهتون میگن میگیم 26 میشه، واحدن و 60 رو میگن میگیم 61 میشه، نمیگیم میشه 1 و 60 دیگه، هرچند 1 و 60 هم حالا تهش میشه باز هم 61. پس اعداد ترکیبی توی عربی، عرب ها برخلاف ما قسمت اول و دوم رو جا به جا میکنن، بینشون هم واو میارن. باید بلد باشین اینها رو ترجمه کنین، واحدن و 60 میشه 61، ستتا و اشرینه میشه 26. بچه ها حواستون باشه این اعدادی که بینشون واو میاد حتما این قسمت دوم یه عدد عقوده، یه یابونون وابونون گرفته، یه ها نیاره براتون ستتا و عشره بگین اینم که عدد ترکیبیه، نداریم، عشره عدد عقود نیست که، حتما اینجا یه عدد عقود قرار میگیره دیگه، از 21 تا 99 اون قسمت باید یا یه اشرینه باشه یا یه اشرونه باشه یا چه میدونم سلاسینه باشه و الی آخر، درسته؟ پس وقتی واو میبینین باید حتما بعد از واو یک عدد عقود به کار رفته باشه و قبلش یک عدد عادی به کار رفته باشه، یک عدد 1 تا 10. بچه ها اینجا نکته مهم ترجمه ای که نوشتم، 200 بار دیگه هم این رو میگم، معدود در زبان فارسی به صورت مفرد ترجمه میشه. اینجا میتونین یه دونه علامت بزنین، چون از جلسه قبل این رو یاد گرفتیم صفت ها هم مفرد ترجمه میشن، صفت ها هم مفرد ترجمه میشن. خب این رو هم میتونین بهش اضافه کنین، آقا این مفرد ترجمه میشه، صفت ها هم مفرد ترجمه میشن، یعنی یه صفت میتونه به حالت جمع باشه، مثلا الرجال المؤمنون که گفتیم مؤمنون حالت جمع داشت اما ما مردان مؤمن ترجمه کردیم، درسته؟ اینجا هم ستت ایام مثلا ایام حالت جمع داره اما 6 روز ترجمه میکنیم نه 6 روزها. خب این راجع به اعداد اصلی بچه تموم شد، واقعا همینقدر ساده بود اعداد اصلی، الان میریم اعداد ترتیبی رو میگیم به همین راحتی، به همین آب خوردنی. خب بریم با آقای مهدیپور عزیز مرور کنیم. آقای مهدیپور سلام. سلام استاد، خوبی؟ چطوری؟ ممنون مرسی، صدات پر انرژی باشه ببینم. خوب الان؟ خوب الان نه، صدات پر انرژی باشه. خوب الان؟ آره خوب الان. خب بریم، عدد 1 و 2 از جهت جنس چجوری هن؟ یکسان هم با هم دیگه. یکسان هن. عدد 3 تا 10 مخالف با هم دیگه. عدد 13 تا 19
اونا مخالفن دیگه. 13 تا 19 13 تا 19 مخالفه، معدود نیستن ها، حواست باشه. 13 تا 19 مثل معدودشونن. ببین 3 تا 10 گفتم این مذکر، اینم مذکره، درسته؟ آها من خودشونم گفتم اون. آره اینو یادت نره، میدونستم میخوای اون اشتباه کنی، برای همین پرسیدم چی فکر کردی. پس جزء اول دوم خودشون با هم متفاوته به جهت جنس، اما با معدودشون مثل هم میان. احد عشر کوکبن تو ذهنت باشه. اعداد 3 تا 10 معدودشون به صورت مفرد میاد یا جمع؟ معدودشون مفرد میاد ولی جمع نه، جمع میاد ولی مفرد ترجمه میشن. آفرین. اعداد 11 تا 19 چی؟ 11 تا 19 اینا مفرد میمادن، مفرد میاد. احد عشر کوکبن جلو چشته داری میبینیش. آقا یه دو تا عدد برای من بگو، اگه حذفشم کنم اتفاقی برای جملم نیفته. یک و دو. بعد اینکه یه عدد برای، یه سری عدد برای من بگو که همیشه به صورت ثابت میان، اصلا مؤنث مذکر سرشون نمیشه. عقود. عقود. این اعداد عقود که داری میگی، واو و نون و یا و نون آخرش چه حرکتی میگیره؟ نباید مثنا باشه دیگه. نباید کسره بگیره. کسره بگیره. نباید کسره بگیره. همیشه فتحه میگیره. خب؟ یعنی اشرینه اشتباهه، خیلی اشتباهه. باید همیشه اشرینه باشه. خب؟ اشرینه درسته، سلاسینه درسته، سلاسونه درسته و الی آخر. آقا، ستت و عشره یعنی چند؟ ستت و عشره نداریم که، بعد نمیگیره. آبرکلا. ستت و عشرینه یعنی چند؟ ستت میشد اشینم 26. آفرین. سلاست و ستینه میشه چی؟ 33. ستین. سلاست و ستین. آه 63. 63 باریکلا. پس اعداد ترکیبیمون یعنی از 21 تا 99 من اول یکانشو میگم و بعد دهگان، یادتون نره. اوکی؟ بله. خب تا اینجا همه چی مفهومه؟ همه چی خوبه؟ بله بله. خیلی هم عالی. مرسی آقای مهدی پور. بریم ادامه. آقا قراره بریم اعداد رو به صورت ترتیبیشون رو بخونیم. اینجا خیلی راحته. بچه سختش این بود. یعنی اعداد که خیلی غوله، خیلی ترسناکه، چیز شاخ و دمدار عجیب غریبیه. تو کتابای قواعد که میخونید احساس میکنید وای چه چیز عجیب غریبی قراره من بخونم. همینه واقعا. یک و دو نقش صفت دارن، پس هم بعد معدود میان هم از نظر جنس مطابقن. اعداد 3 تا 10 3 تا ایام رو من حفظ کردم، 3 تا قبل ایام اومده، از جهت جنس مخالفن، ایام جمع اومده. اعداد 11 تا 19 11 و 12 جزء اول دومشون مثل هم میاد، یا هر دو تاشون مؤنثن یا هر دو تا مذکر، مثل مثلا 11 یا 11. اما عدد 13 تا 19 جزء اول و دوم مخالف هم میان، مثل 6 تا 10 و 6 تا 10 جزء اول و دوم مخالف همه. ما از رو چی میگیم این اعداد به صورت مؤنثن یا مذکرن؟ 11 حالت مذکره، واضحه، هیچ کدومشون هیچ کدوم از قسمت‌ها تایگرد ندارن. برای اعداد 13 تا 19 وقتی 10 تایگرد بگیره آخرش میگیم حالت مؤنثشه. اینها هم از اعداد 11 تا 19 معدود کلن مفرد میاد. من احد عشر کوکبا رو حفظ کردم به جهت جنس مطابقه، هم من معدودشون هم مفرد اومده. نکته خیلی مهم این بود تو اعداد 11 تا 19 بین یکان و دهگان اصلا واو نداشتیم. نکته خیلی مهم راجع به اعداد عقود این بود واو و نون و یا و نونشون حتما فتحه میگرفت. به هیچ وجه واو و نون و یا و نون کسردار نداریم توی اعداد عقود. این عدد عقود همیشه خود ثابت به کار میرن، هیچ ربطی هم به جنس ندارن. مثلا میگم اشینه تلمیزن سلاسون کتابن، ترجمهشون هم واضحه. برای عدد ترکیبی که شامل 21 تا 99 میشن به جز عدد عقود، گفتیم حتما حتما بین جز اول و دومشون واو میاد. عربا برعکس من میگن مثلا 1 و 60، 6 و 20، نمیدونم 3 و 60 و الاخر. پس قسمت اول و دومشون مخالف همه. بچه ها هم معدود ها و هم صفت ها توی فارسی مفرد ترجمه میشن. خب بریم سراغ عدد ترتیبی. انگار نه انگار که درسی خوندیم، بریم سراغ عدد ترتیبی. عدد ترتیبی بچه ها تا 9 و نیم عدد ترتیبی رو تا یه جایشون میگم، یه استراحت 10 دقیقه میکنیم، برمیگردیم. یه کوچولو تدریس آخرش مونده اون قسمت ساعت ها هم نمیخواد استراحت، نمیخواد، دلش کن، خیلی راحته، اصلا مبحثی نمونده.
خب گوش کنیم سریع تمامش کنیم بره. آقا اعداد ترتیبی که چجوری ترجمهش کردم بچه ها؟ یکم تا بیستم یا یکمین تا بیستمین، هر دوی اینها ترجمه شد، یا اولین تا بیستمین. حواستون باشه اعداد اصلی، ببینید من چجوری ترجمه کرده بودم، یک تا بیست شمارشیه، اعداد ترتیبی برای رتبه بندیه، یکم تا بیستم، اول تا بیستم، اولین تا بیستمین. اوکی؟ خب اولا اعداد ترتیبی بچه ها به جز عدد یک که به این وزن میاد، اول و اولا که بر وزن، حالا بعدن اسم تفسیر رو خواهیم خوند و اونجا اشاره میکنیم، آقا اول بر وزن افعل، اولا بر وزن فعلاست. خب اینو الان کاری نداریم. به جز عدد اول بقیه بچه ها بر وزن فاعل میان و اسم فاعل هم محسوب میشن. بعدن که مشتق ها رو خوندیم باز به این نکته اشاره میکنم، ولی این کتاب چون جمع‌بندیه برای اونایی نوشته شده که بعدن هم که میان اینو مرور میکنن، چون تایم مرور هم به اندازه کافی دارن، بعدن هم میان مرور میکنین، وقتی اون موقع دیگه اسم تفسیر رو خوندین، اسم فاعل رو خوندین، خیلی خوب این نکته رو میفهمین. آقا اول و اولا اسم تفضیلن توی اعداد ترتیبی، جزء دسته اسمهای تفضیلن، و از ثانی تا العاشر همشون بر وزن اسم فاعل اومده. خوب دقت کنید، ثانی بر وزن فاعله، ثالث فاعل، رابع فاعل، خامس فاعل، سادس و الی آخر. بچه اینجا هم با سابه و تاسه رو قاطی نکنین، این دیگه خیلی بیشتر شبیه تاسو هست، سابه هم بیشتر شبیه اسبوعه، پس حواستون باشه اینها رو هم با هم قاطی نکنین. اینا رو اینجوری ترجمه کنیم، ثانی یعنی دوم یا دومین، ثالث یعنی سوم یا سومین، سادس یعنی ششم یا ششمین، سامن یعنی هشتم یا هشتمین و الی آخر. برای قسمت 11 یعنی در واقع 11 تا 20 چی؟ بچه ها عدد 11 سخته، ببینید 11 11 اینجا میشه الهادی عشره و الهادیت عشرته. خب هادیت عشرته اینجا جزء اول و دوم کلن توی همه اعداد مثل همه دیگه، مثل قبلی نیست دیگه، خیلی راحته. از ثالث عشره، ببینید بچه ها اعداد ترتیبی رو چجوری ساخته به نظرتون؟ همون بالاتر یادتون اعداد اصلی رو چجوری ساخته بود؟ همین رو آورده بود به اضافه عشره کرده بود، اینجا هم همین کار رو کرده. یعنی شما عدد یک تا ده رو بلد باشین، یعنی به جز یکم که عددش فرق داره، همونجا هم فرق داشت، اینجا دیگه بقیه اعداد اینجوریه، از ثالث عشره، از رابع عشره، از خامس عشره، همین اینا رو آورده یه عشره بهشون اضافه کرده. باز هم بچه ها اعداد ترتیبی هم قسمت 11 تا 19 شون واو بینشون ندارن و ترجمه شون هم بر اساس همون ترجمه‌ای که گفتم، یا اوم میگیرن یا اومین. خب فقط اول و هادی عشره و هادیت عشره رو بلد باشین که ترجمه شی میشه، این میشه اول و اولین، این میشه یازدهم و یازدهمین، بقیهشون دیگه معلومه. از ثانی عشره یعنی دوازدهم، از ثالث عشره یعنی سیزدهم و الی آخر. پس هم اعداد اصلی هم اعداد ترتیبی دقیقا 11 تا 19 شون همین جوری بود، اون قسمت رو آورده بود یه عشره بهش اضافه کرده بود، حالا عدد یکش یکم متفاوته. بچه ها اینجا باز دوباره همین نکته رو نوشتم، به جز عدد اول و مؤنثش که اولا میشه و بر وزن افعل و فعلاست و اسم تفضیل محسوب میشن، همشون بر وزن فاعل اومدن. از عدد 10 به بعد هم همون عدد در واقع یکان بر وزن فاعل اومده، یه عشره بهش اضافه شده، تموم شد. اعداد عبود چی؟ بچه ها اعداد عبود اون اشرون رو ببینیم آخر داره خود نمایی میکنه، اعداد عبود همچنان همون شکل ثابتشون رو حفظ میکنن، فقط یه الف لام میگیرن. تنها زحمت اعداد عبود اینه که میان یه الف و لام میگیرن، همین. پس بچه ها اعداد عبود باز دوباره همون واونون و یاونون مفتوحه، باز دوباره خیلی اصلا ربطی به جنس نداره، کاری به این چیزا نداره، فقط به صورت الف و لام دار میاد. یعنی من عدد عبود دیدم بدون الف و لام، اشرون سلاسون نمیدونم ستون سمانون سبعون سبعین ستین، هر کدوم اینا رو دیدم به صورت عدد اصلی ترجمه میکنم، ستین میشه شست، سبعون میشه هفتاد، از ستین، ال اشرون، از سلاسین، ال اربعین و الاخر میشن چهلم، بیستم، نمیدونم سیوم، چهلم، پنجاهم، به همین شکل ام یا امین میگیرن، تموم شد. یعنی اگه الف و لام دادیم به اعداد عبود تبدیل میشن به اعداد ترتیبی.
بچه ها مثلا راجع به اعداد ترتیبی نکته مهم چیه؟ اینها معمولا نقش صفت دارن. وقتی میگم معمولا نقش صفت دارن دیگه یعنی همه کارامون راحت شد. یادتونه توی اعداد اصلی چیا نقش صفت داشتن بچه ها؟ فقط عدد یک و دو. توی اعداد ترتیبی همشون از دم نقش صفت دارن. ما اصلا معمولا اینجوری میگیم کلاس دوم، نمیدونم دانش آموز پنجم، رتبه اول، همیشه ما هم به صورت صفت این اعداد ترتیبی رو به کار میبریم. عربا هم همینجوریان، میگن آقا این اعداد معمولا گذاشتم جلوش، همیشه نیست، معمولا نقش صفت دارن. مثلا میخوام بگن درس چهارم، میگن درس رابع، درس چهارم، الباب و ثانی، در دوم، خب و الی آخر. پس بچه‌ها توی اعداد ترتیبی نکته مهم اینه، اینا معمولا به صورت صفت به کار میرن. وقتی من این جمله رو میگم به صورت صفت به کار میرن، این دیگه قواعد معلومه. بعد از معدودشون میان واضحن، اول عدد میاد بعد معدود قرار میگیره دیگه، ببخشید، اول معدود میاد بعد عددش قرار میگیره دیگه، درسته؟ از ثانی عدد منه. خب الف و لام گرفت، اینم الف و لام داره، این مذکر، اینم باید مذکر باشه، چون به هر حال صفته، کار دیگه از دستش برمیاد، صفتها خودشون رو مثل موصوفشون میکنن. پس راجع به اعداد ترتیبی کارمون خیلی راحت تره تا اعداد اصلی. اعداد اصلی عالم چیز داشت، قاعده داشت، اینا نه، اینا خیلی چیزای ولو خوبین، به جز اول و اولا، بقیه بر وزن اسم فاعلن. خب بچه‌ها توی اعداد ترتیبی دو رقمی، توی اعداد ترتیبی دو رقمی مثلا مثل چی؟ مثلا مثل الرابع و العشرین. ببینید عشرین من با چه وسواسی نونش رو مفتوح کردم، حواستون باشه نون مفتوحه، نون اعداد عقود مفتوحه، تو رو خدا این رو یادتون نره، در هیچ حالتی کسره نمیگیره، نون اعداد عقود مفتوحه. خب الرابع و العشرین این چیه بچه ها؟ این همون اعداد ترتیبی هست دیگه که بالاتر گفتیم. اینجا چجوری ترجمه میکنیم؟ میشه 24مین یا 24م، درسته؟ الخامس و ثلاثون، این الف و لام داره ها، این الف و لامش رو بذارین، اشتباه تایپی گذاشته نشده. الخامس و ثلاثون چجوری ترجمه میشه؟ 35م یا 35مین. تموم شد؟ همین. راجع به اعداد ترتیبی شما باید اینا رو بلد باشین، به این شکل به کار میرن. آقا پس من یه مرور خیلی سریع بکنم، خیلی قشنگ تو ذهنتون بشینه، بریم. واحد و اثنان اعداد اصلی یک و دو هن. اثنان حالت اثنین هم داره. اگه بخوایم اینها رو به صورت مؤنث بگیم، واحد میشه واحدت، اثنان میشه اثنتان و اثنتین. راجع به اعداد دیگه، ثلاثت، اربعت و الی آخر، فقط تای گردش رو برداریم میشه حالت مذکرش. بچه ها حواسمون باشه ستت، سبعت و تسعت رو با هم قاطی نکنید. سبعت میشه هفت، تسعت میشه نه، با تاسوعا و اسبوع حفظ کنید. راجع به اعداد 11 تا 19 گفتیم که فقط همون اعداد رو میاریم این ور، به جز حالت 1 که توی اعداد ترتیبی هم فرق داشت، و بهش یه عشره اضافه میکنیم. اینجا احد عشره یا احدا عشرته، اثنا عشره یا اثنتا عشرته، حالت مؤنث و مذکر. از اون به بعد از 13 تا 19 جز اول دوم مخالف همه، و هر کدومشون ممکنه جدا جدا تای گرد بگیرن، با هم تای گرد نمیگیرن. ثلاثت عشر حالت مذکره و ثلاثت عشرته حالت مؤنث این اعداد محسوب میشه. بچه ها از اول تا از همون عدد 11 تا عدد 19 به هیچ وجه بینشون واو نمیاد. عدد یک و دو صفت هم پس دیگه قواعدش معلومه. برای عدد 3 تا 10 ستا تا ایام رو حفظیم، عدد قبل معدود اومده، معدود به صورت جمع، حتما هم حواسمون هست از نظر جنس مخالف هم باشن. عدد 11 12 و 13 تا 19 به جز اون اختلاف جزئی که داشتن که جزء اول دومشون مثل هم یا مخالف هم میومد، بقیه قواعدشون مثل همه، مثل احد عشر کوکبا میاد، یعنی از جهت جنس مطابق همان، قبل از معدود قرار میگیرن و معدودشون به صورت مفرد میاد. نکته خیلی مهم 11 تا 19 نداشتن واو بود، اعداد بود همیشه ثابت می اومدن، همیشه خدا یا بنون و با بنون مفتوح بود. این رو تو ذهنتون بچسبونید، هیچ ربطی به جنس نداشت، همیشه خدا قبل معدود می اومد، معدودشون هم مفرد بود. اینا هم حالا تای ذهنتون باشه. برای اعداد ترکیبی نکته مهم اینه، عربا مخالف ما اعداد رو میگن، یعنی نمیگن ستین و واحدن، میگن واحدن و ستین. حواستون باشه درست ترجمه کنین، میشه 61، ستتن و عشرین، این میشه 26،
حواستون هست که فقط و فقط اعداد ترکیبی هستن که بینشون واو میاد، صفت ها و معدود ها در زبان فارسی به صورت مفرد ترجمه میشن. برای اعداد ترتیبی یه اعداد اول داریم، یه اعداد اولا که اینها بر وزن اسم تفضیل میان، باقی اعداد بر وزن اسم فاعل قرار میگیرن، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس و الی آخر تا عاشر. بعد بچه ها قسمت 11 تا 19 شون به این شکل قرار میگیره، یه عشره اضافه میشه به این جزء اول به جز این اول اولا که اینجا میشه الهادی عشره یا الهادیت عشرته، از ثانی عشره یا از ثانیت عشرته، از ثالثت عشرته یا از ثالث عشره و الی آخر. بچه ها همیشه این اعداد ترتیبی این جزء اول و دومشون دیگه از همون 11 تا 19 ش عین هم میاد، یا هر دو تا تای گرد میگیرن یا هیچ کدوم نمیگیرن. اینها گفتیم اعداد عقود که به صورت اعداد ترتیبی قرار میگیرن، یه الف و لام میگیرن دیگه تمام شد رفت، با عمومی ترجمه میشن. معمولا اعداد ترتیبی نقش صفت دارن. توی اعداد ترتیبی دو رقمی هم گفتیم عین قبلی عمل میکنیم، اول یکان رو میاریم و بعد دهگان رو و بینشون یک واو قرار میگیره، مثلا عرابه ولشی میشه 24م یا 24می. راجع بیان ساعت چی؟ بچه اعداد رو برای بیان ساعت توی عربی از اعداد ترتیبی مؤنث استفاده میکنن. ببینید، یعنی هیچ وقت نمیگن. چرا؟ چون این در واقع از ساعته، مثلا میخواد بگه از ساعته فلان، خب قطعا چون به صورت صفت این هم قرار میگیره باید عددی که براش به کار میره حتما مؤنث باشه دیگه، و از اعداد ترتیبی هم استفاده میشه. بس برای بیان ساعت اعداد ترتیبی میاریم به صورت مؤنث. این رو یادتون باشه، مثلا میگیم از ساعت از ساد، مثلا از ساعت سادست، ساعت شش. ترجمه چجوریه بچه ها؟ از ساعت از سادست ما میگیم ساعت ششم؟ نه، میگیم ساعت شش. حواستون باشه عرب ها از عدد ترتیبی استفاده میکنن توی بیان ساعت، اما ما ترجمهش رو چجوری میکنیم بچه ها؟ ترجمهش رو به صورت عدد اصلی میگیم. میگیم برای بیان ساعت در عربی، مثلا میگیم از ساعت تا ساعت، یعنی ساعت 9 دیگه، اونا منظورشون اینه، و اینا از عدد ترتیبی استفاده میکنن، بنابراین حتما باید از عدد مؤنث استفاده بشه. خب برای بیان دقیقه چی؟ بچه برای بیان دقیقه قسم از اون قسمت دقیقش رو میبرن تو عدد اصلی، یعنی مثلا میگن مثلا واحدن و عشرین مثلا دقیقت. خب پس برای بیان دقیقه از اعداد اصلی کمک میگیرن. این رو حواستون باشه. برای قسمت ساعتش از اعداد ترتیبی اونم به صورت مؤنث. برای بیان دقیقه از اعداد اصلی کمک میگیریم. اینها رو یادتون باشه. به هر حال ما همشون رو به صورت اصلی ترجمه میکنیم. مثلا میگیم ساعت 6:45 دقیقه. درسته؟ دقیقه که واضحه چون از اعداد اصلی استفاده کردیم، همون اصلی هم ترجمه کردیم، ولی برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی استفاده میکنیم و اصلی ترجمه میکنیم. فقط و فقط نکته اینجا اینه ساعت 1 از عدد اصلی الواحدت استفاده میکنیم. پس برای بیان بخوایم بگیم ساعت 1 همون عدد اصلی، میگیم ساعت اوله، نمیگیم همچین چیزی نداریم. بخوان بگن 1 میگن مثلا از ساعت الواحدت و مثلا 20 دقیقت، اونو دیگه کاری نداریم، و مثلا ساعت 1:20 دقیقه است. خب پس بیان ساعت 3-4 تا نکته بیشتر نیست. 1، برای بیان ساعت از اعداد اصلی از اعداد ترتیبی استفاده میکنیم، برای بیان دقیقه از اعداد اصلی. ساعت چون از عدد ترتیبی استفاده کردیم حتما حواسمون باشه به صورت مؤنث باشه، چون انگار صفت واقع میشه برای کلمه از ساعت. خب بعد برای بیان ساعت 1 فقط از الواحدت استفاده میکنیم، همین عدد اصلیه. حواسمون هست ما ساعت رو مثل زبان خودمون ترجمه میکنیم دیگه، مثلا ساعت 6:45 دقیقه. خب 6 عدد اصلیه دیگه برای ترجمه. بچه ها عبارات ربع، نصف، الا ربع خیلی تابلوه، ما خودمون به کار میبریم دیگه. وقتی میگیم مثلا ساعت 6 و ربعه یعنی ساعت 6:15 دقیقه است. وقتی میگیم ساعت 6 و نصفه یعنی ساعت 6:30 دقیقه است. وقتی میگیم الا ربع، مثلا میگیم ساعت 6 الا ربع، یعنی هنوز یه ربع مونده بشه 6 واقعا. پس ساعت 6 مگر یه ربع، یعنی در واقع یه ربع مونده به 6. پس به معنی 15:30 و 45 هستن. و این کلمه الا هر جا بیاد، مثلا میگه ساعت 6 الا 20 دقیقه، یعنی خب ساعت 5:40 دقیقه است، 20 دقیقه مونده تا 6، 20 دقیقه مونده به 6 ترجمه میکنیم. خب پس الا وقتی به کار میره به معنی مانده به هست. اینم از این. خب
بریم سراغ اعمال ریاضی، چند تا سوال پاسخ کوتاه آخر رو حل میکنیم، یه مرور سری میکنیم، کلاس رو ببندیم، هلتون ندیم. آقا بیشتر از یه ساعت و نیم نشه کلاس، خیلی فوق‌العاده میشه، قشنگ به کاربارتون میرسیم. آقا اعمال ریاضی، برای اعمال ریاضی عرب ها این چهار تا کلمه رو حفظ کنین بچه ها. زائد که خیلی واضحه یعنی به اضافه، ناقص خیلی واضحه یعنی منهایه، فی یعنی در، ما چنی میگیم دو در دو، دو در دو یعنی دو ضرب در دو دیگه، این هم از همون کلمه فی یعنی در استفاده میکنن. تقسیم هم که هم میگن تقسیم. پس زائد و ناقص که واضحه، زائد یعنی به اضافه، ناقص یعنی منهای، فی به معنی ضرب در هست. بعضی وقتا ممکنه فی رو هم نگن، خب مثل خودمون میگیم دو دو تا، یه همچین حالتی به کار میبریم، نمیگیم دو در دو، میگیم دو دو تا. اون هم ممکنه همچین حالتی باشه ولی معمولا به کار میبرن. به صورت کلی تو ذهنتون باشه که به کار میبرن. تقسیم هم یعنی تقسیم. بچه‌ها بخوان بگن درصد، خب مثلا میخوان بگن 61%، چجوری به کار میبرن این رو؟ میگن عدد اصلی رو میگن دیگه، 61 میگن واحدن مثلا، و 60 بالمئات یا فلمئات، بالمئات یا فلمئات، مئات یعنی صد. پس این شکلی میشه، بذارین رو پاک کنم. میشه بالمئات یا فلمئات. پس کلن بچه ها این رو یادتون باشه، برای بیان درصد بخوان درصد بگن، خب همون ما میگیم درصد، اونا میگن فلمئات. مئات یعنی صد، فلمئات یعنی درصد، یا بالمئات بازم یعنی درصد. در واقع بیان درصد رو باید بلد باشین چجوری میگن، و زائد و ناقص و فی و تقسیم هم بلد باشین. حالا این دوتا نکته اصلی هم که آخرش آوردم برای اعداد، برای اعمال ریاضیتون بلد باشین فوق‌العاده است. آقا سه حرف اصلی عدد بر وزن فعل بیاد، شامل همین سه تایی هم میشه که اینجا براتون نوشتم، تقریبا برای اعداد دیگه اصلا این رو به کار نمیبرم. خب خمس، ربع، ثلث، اصلا ما حالت عادی هم میدونیم خمس یعنی یک پنجم، ربع یعنی یک چهارم، و ثلث یعنی یک سوم. تمام شد. مثلا میگه ساعت شیشه، ساعت شیش الا سلسا. مثلا سلسا یعنی چی؟ یعنی بجز یک سوم ساعت. یا میگه ساعت شیشه الا ربع، بجز یک پنجم ساعت، یک چهارم ساعت الا، خب یک چهارم ساعت میشه 15 دقیقه. یا مثلا ساعت شیشه الا سلسا، یعنی ساعت شیشه بجز یک سوم ساعت، یک سوم یک ساعت چقدر میشه؟ میشه 20 دقیقه. یعنی مثلا ساعت 5:40 است اینجا مثلا. خب پس اینها رو فقط این بازی با کلمات دیگه. قسمت اعداد بچه ها خیلی قسمت راحتیه، شما ترجمه بلد باشین، همین 4 تا کلمه ای که من براتون نوشتم، چه توی ساعت چه توی اعمال ریاضی، اینا رو بلد باشین قشنگ همه سوالا رو چپ و راست میکنین. برای بیان درصد بالمئات و فلمئات میخوایم اگه عدد اصلی بر وزن فعل بیان یعنی خمس و ربع و ثلث رو بلد باشین، میشه یک پنجم، یک چهارم، یک سوم. در این حالت همین شکلی ترجمه میکنین. مثلا یه سوال داده بود خمس و سکان العالم مثلا المسلمین، یعنی یک پنجم ساکنان جهان مسلمانانن، بعد اومده بود ترجمه کرده بود گفته 50% مثلا یه چیز اینجوری، در حالی که اشتباه، باید بگی یک پنجم، یک پنجم هم مثلا میشه 20%. مثلا این دیگه حالا به ریاضیتون ربط داره. خب روزهای هفته رو هم به زبان عربی براتون نوشتم، فقط حواستون باشه این اسنان میتونن اسنین هم بگم، الاسنین هم میگن. خب اینجوری، این میشه شنبه، یک شنبه، از سب، از سب در واقع، الاحد، اسنان، از ثلاثا، الاربعا، الخمیس، الجمعت. خب چند تا از بچه ها بیان با هم یه مرور سریع بکنیم، بریم سراغ سوالات پاسخ کوتاه و بعدش هم شما رو به خیر و من رو به سلامت. سلام آقای علیزاده فرد. سلام، شب بخیر. خوبیست؟ کلاس مثل آب خوردنه؟ بله خوب، خدا شکر. خدا رو شکر. آقا برای من بگو تنها چیزی که من تا الان گفتم و معدودش به صورت جمع می اومده کدوم عدد بودن؟ 3 تا 10 بود دیگه، 3 تا تو باریکلا، عدد اصلی 3 تا 10. بعد کدوم اعداد بودن که از جهت جنس مخالف معدودشون می اومدن؟ همین 3 تا 10 دیگه، مخالف همین 3 تا 10 بودن. باریکلا کدوم اعداد اصلی هن که مثل اعداد ترتیبی صفت واقع میشن؟ همون واحد و استان دیگه، یک و دو. یک و دو. کدوم اعداد هن که اومدن نیومدنشون برامون فرقی نداره؟
عقود بود دیگه آره 20 و 30 و اینا. نه اومدن نیومدنشون برامون فرقی نداره تو جمله، ما همونجوری ترجمه میکنیم. آها همین واحد استامون ببخشید. آها باریکلا. کدوم اعداد بودن که هیچ ربطی به جنسیت نداشتن، اونا به صورت ثابتشون میومدن؟ آه این عقوده دیگه آره. این دیگه عقود خدا وکیلی. کدوم اعداد آقا، اعداد عقود آخرشون چه حرکت فتح دار میگیرن تحت هیچ شرایطی؟ آیا اگه حرف جر قبلشون بیاد میتونن کسره بگیرن؟ نظرم بازم همون فتح داره. بازم همون فتح داره. بچه ها حواستون باشه، حرف جر میخواد بیاد میخواد نیاد، دندش نرم، شما به هر حال فتح دار حسابش کنین، همیشه خدا باید فتح بگیره. اوکی این از این. بله. آقا عدد مایستابت بگم، مثلا من میخوام بگم 21%، میتونی این رو برای من بچینی بگی؟ 21%. الان یه لحظه میتونی تقلب کنی از رو صفحه؟ میشه واحد و واحدن و 20 چی میشد؟ اشون رو یادته؟ آفرین. واحد و اشون فلمت یا بلمت؟ یا بلمت. پس برای بیان درصد از این استفاده میکنیم. من اگه بگم خمس این عدد رو بهم، در واقع خمس عرب، خمس اربعت و ستین، خمسش رو به خمسش سخته، ربعش رو بهم بگو. عدد یه بار دیگه بگین قد شد. اربعت و ستین میشه 16 دیگه. حالا باریکلا این میشه 64. نگاه تو خدا قسمت اول فارسی نوشتم دوم انگلیس. 64 گفتم، ربعش رو بهم بگو، یعنی تقسیم بر 4ش کن دیگه، میشه 16. تموم شد. خب برای بیان ساعت کجا عدد ترتیبی داریم کجا اصلی؟ برای خود ساعت از عدد ترتیبی، ولی برای دقیقش از عدد اصلی استفاده می‌کنیم. آها یه جای دیگه هم عدد اصلی می‌زنیم. ساعت بگو تو می‌تونی. ساعت 1. آها اوکی. ساعت نمی‌گیم، ساعت الواحدت یادته. خب آره. بعد این که دیگه چی مونده ازت بپرسم؟ همیناست، باور کن عددا همینان، یعنی شما بلد باشین با همین یعنی چیزای خیلی دم دستی و تابلو کار کنین، همه سوالات قواعد و ترجمه اعداد رو میزنین. خب راجب الا و ربع و نصف و الا ربع هم دیگه زشت ازت بپرسم، بلدی. مرسی آقای علیزاده عزیز، متشکرم. خواهش میکنم. سلامت باشین. خب خانم جعفری سلام. سلام خانم دکتر، خسته. خوبی؟ چطوری؟ آقا اعداد 3 تا 10 3 تا قاعدهش رو سریع برای من بگو. اصلی خب اعداد 3 تا 10 قبل از معدودشون میاد، معدود حتما به صورت جمع میاد و اینکه مخالف معدودشون هستن. باریکالله تو جنس مخالفن. آقا عدد دو تا عدد به من بگو که اومدن نیومدنشون مثل همه. عدد 1 و 2. التلمیزتانه چه ترجمه هایی براش درسته؟ التلمیزتانه آره. خب یعنی مؤنثه و این دو نفره. خب وقتی که دو نفره یعنی باید به صورت دو نفره، بعد اونم هم جنسش باشه، یعنی اون عددی که میاد بعد به صورت مؤنث. نه کاری به این ندارم، کاری به این ندارم. التلمیزتانه رو برای من ترجمه کن. التلمیزتانه خب یعنی دو دانش آموز. آها آیا حالت دیگه میتونم ترجمه کنم؟ تانه و تینه. نه اینطوری اون دیگه عربیه. به صورت دانش آموزانه هم میتونم ترجمه کنم دیگه، قبوله؟ چون توی فارسی ما یا مفرد ترجمه میکنیم یا جمع، یعنی میتونیم برای دو نفر هم از جمع استفاده کنیم، یعنی بگم از تلمیزتانه میشه دانش آموزان، قبول؟ اما اگه بگم از تلمیزتانه اسنتانه چی؟ میگی نه اینو چون اسنتاین مثلا دو نفره، باید حتما میگیم دو نفر. آباری کلا اینجا دیگه حتما باید عدد دو رو بگیم. مثلا کتابون واحدون، بچه یادتون باشه کتابون اگه بگم هم میتونم بگم کتابی، هم میتونم بگم یک کتاب، هم میتونم بگم یک کتابی. اما وقتی میگم کتابون واحدون کدوم ترجمه ها درسته؟
یک کتاب. یک کتاب یا یک کتابی، هر دوتاشون درسته چون یک رو ترجمه کرده. قبول؟ آها، دو تا برای من کلمه بگو، دو تا جایگاه برای من بگو که در هر حالت مفرد ترجمه میشن. در هر حالت به صورت مفرد. خب مثلا آره. عدد معدود، معدود عدد 11 تا، همینطوری در واقع همشون مثلا همه معدود. آره همه معدود. آره. هر معدودی من بخوام بگم 1000 تا مثلا دوست، بخوام بگم 500 تا پنجره، بخوام بگم 200 تا کتاب، ببین همش کتاب، پنجره، دوست، همش مفرده. خب این چی بود؟ جلسه قبل یک کلمه رو گفتم، این صفت ها، صفت ها هم همیشه خدا مفردن. آقا برای بیان ساعت از چه عددی استفاده می کنم؟ خب از خود اون عدد اول ساعت به صورت عدد ترتیبی، اما از خود دقیقه از عدد اصلی و همچنین برای عدد یکم الواحدت که از عدد اصلی استفاده می کنم. باریکلا. آقا اشرونه و اشرینه میتونن اگه بعد حرف جر بیان یه تخفیف برشون قائل بشی کسره بگیرن؟ نه نه، همیشه به صورت جمع مذکر سالم و نه و یا نه است. این جمع مذکر سالم میان، قبول دارم این جمع مذکر سالم. خب یه تفاوت داشتن اعداد 11 و 12 با 13 تا 19، تفاوتشون چی بود؟ بله عدد 11 و 12 دقیقا مثل همان هر دو جزشون، اما خب عدد 13 تا در واقع 19 مخالف هم هستن، مخالف هم میان جز اول دوم جهت عدد. دیگه چی براتون بگم؟ آقا دیگه خدا وکیلی همیناست. ببین همینقدر ساده است، باورش میشه اعداد همینقدر بیخوده؟ خب مرسی خانم جعفری عزیز، متشکرم. بریم دیگه بچه ها یه مرور نهایی این چیز رو داشته باشیم، یه مرور نهایی این قسمت نمودار رو داشته باشیم با هم. چند تا چیز دیگه هم، یه چند چیز کوچولو هم بهتون بگم، بریم با هم سوالات رو حل کنیم. بچه ها حواستون باشه این اعداد رو هم یاد بگیرین. ببینید اینجوری، اولا که عدد مئت که به این شکل یا به این شکل نوشته میشه میشه صد، عدد الف میشه 1000. خب مئات، مئات میشه صدها، آلاف میشه هزاران. اینم از این. خب حالا بچا اینها اگه الف و لام بگیرن میشن عدد ترتیبی، یعنی صدم و صدمین. مثلا المئت میشه صدمین، الالف میشه الالف، میشه چی؟ میشه هزارمین و الاخر. تموم شد. اینا رو هم یاد بگیم. پس مئت و مئت و الف خودشون صد و هزار میشن. مئت میشه صد و آلاف میشه هزاران، المئت میشه صدمین، الالف میشه هزارمین یا هزارم یا صدم. اوکی؟ تموم شد. مثلا برای بیان درصد هم گفتیم فلمعت دیگه، درصد اینجوری ترجمه میکردیم، ولی المعت اگه خالی بیاد صدومین یا صدوم ترجمه میشه به صورت ترتیبی. این اعداد عبودن، اینها اگه الف و لام بگیرن به صورت ترتیبی ترجمه میشن. خب بچه ها بریم یه مرور سریع داشته باشیم. عدد یک و دو بعد از صفت بعد از معدودشون قرار میگیرن و صفت محسوب میشن، در نتیجه در جنس و عدد باید مطابق معدود باشن. اومدن و نیومدنشون توی ترجمه ما توی جمله خیلی تفاوت ایجاد نمیکنه. 3 تا 10 ستت ایام رو براش حفظیم، قبل از معدودشون این اعداد به کار میرن. غیر همجنسن، ستت با یوم جنسشون یکی نبود، نقش مضاف الیه رو ول کنین، معدودمون به صورت جمع به کار میره. معدود ما نقشش میشه به صورت جمع، یعنی مثلا ایام رو به کار میبریم و مفرد ترجمهش میکنیم. معدودها رو در هر حال مفرد ترجمه میکنیم. اینجا یه علامت زدم گفتم فقط در اینجا معدود رو به صورت جمع داریم، اما همچنان ما مفرد ترجمهش میکنیم. عدد 11 و 12 و 13 تا 19 عین همان، ببینید قبل از معدود میان، هم جنس میان، معدودمون به صورت مفرده. اعداد عقود همیشه خدا به شکل ثابت میان، همیشه قبل معدودن، هیچ ربطی به جنس ندارن، معدودشون هم به صورت مفرد میاد. گفتم که اینا رو به صورت کلیات بگیرین. اعداد ترکیبی هم حواستون باشه باید حتما بینشون واو بیاد و
عرب ها برعکس ما میگن. بچا به جز این اعداد ترکیبی که 21 تا 99 بقیه اعداد رو عرب ها مثل ما میگن، مثلا بخوام بگن 1300 و فلان، دقیقا میگن مثلا مثلا میگن الف و مثلا 300 میشه 300 و فلان. خب یعنی از اولش رو مثل ما میگن مثلا 1300 و بعد حالا اون دوتا رقم آخر رو عوض میکنم. مثلا بخوام بگن 92، خب میگن مثلا میگن ثانی. ببینید این شکلی میشه، بذاریم بریم کنار جدولش براتون بنویسم، اینجوری میشه. مثلا بخوام بگن 1393، 1000 رو میارن، 300 رو هم میارن، مثلا سلاسه مئت، بعد حالا این 93 شون دیگه جا به جا میشه، میشه سلاستا، این شکلی سلاستا و تسعون یا تسعین. یعنی به این شکل آخر رو فقط تغییر میدن، اولشون مثل ماست. پس حواستون باشه تنها جا به جای اینجا اتفاق میفته. اینم راجع به این قسمت. راجع به اعداد ترتیبی هم که صحبت کردیم همون بالا، بیشتر از این اعداد ترتیبی قاعده خاصی نداشتن دیگه، خیلی واضح بودن، همشون بعد از اسم فاعل میومدن به جز اول اولا، هادی اشرت و هادیت اشرت و الهادی اشرت رو هم که حفظ کنید دیگه چیزی نداره. اعمال ریاضی با اعدادی زائد و ناقص و فی و تقسیمه. صرف اصلی بر وزن فول بر وزن اینها، خمس و ربع و ثلث بیاد معنیش میشه این. روزهای هفته رو هم که بلد باشیم. برای بیان ساعت هم که همین الان باز مرور کردیم تموم شد. بریم با دو سه تا از بچه ها اینها رو ترجمه کنیم و تموم بشه. خانم نگین خیلی آخرش نمیدونم چیه. سلام. سلام. خوبی؟ چطوری؟ ممنون. این خیر رو معمولا برای چیز میذارن توی این چت ها، برای خیلی خیلی نگینی الان تو. خب آقا این ستا رو اگه راست میگی و خیلی نگینی، این ستا رو برای من ترجمه کن. تسعتن و عشرین رجلن. 29 مرد. 29 مرد. از سامن و سلاسون. 35 این پنجه سامن. وای نه سامن آه 38 38 این هم میگه سامن الائمه فلان. سامن از سامن و سلاسون میشه 38 درسته یا 38؟ بله قبول. سبعت کتب. 7 کتاب. بارکلا. سلاست عشره تلمیزن. 13 دانش آموز. سلاسته و عشرت المیزن چی میشه؟ نداریم. باریکلا نداریم. مرسی، دمت گرم. متشکرم خانم نگین. بریم خانم صدیقه. خانم صدیقه سلام. سلام. اون کره آخر به معنی هر هر کر کره چیه؟ چرا اینجوری مینویسیم؟ خانمه کره. ای واقعا شوخی میکنی؟ بعد این خانم نگین اومدی، تقصیر من نیست. آها بریم سراغ این چارتا رو برای من بگو. سلاست و عشرین تلمیزن. 23 دانش آموز. 23 دانش آموز. الامام و سامن. امام هشتم. مئات طیور. ال نداره. صدها پرنده. بگه اطیور المعت مثلا. طائر المعد چی میشه؟ الف و لام گرفته باشه معد. طائر المعد سلامی پرنده. باریکلا. از ساعت از سالست الا ربعا. ساعت چنده این؟ این دو ربع میگه. دو؟ 2:45. یه ربع مونده بسته. مرسی، متشکرم. تمومه؟ همه چی خوبه؟ بله خیلی. خیلی هم عالی. مرسی خانم صدیقه عزیز، متشکرم. خب بریم سراغ خانم علیزاده. نسبتی با آقای نه، اون علیزاده فرده. سلام. سلام استاد. گیر دادم به فامیلیاتون. خوبی؟ بله مرسی، خدا رو شکر. آقا خمس سکان عالم ترجمهش چی میشه؟ خمس پنجمین میشه سکان عالم. خمس. تمرکز کن، اعداد بر وزن فعل مثل سلس، مثل ربع چی ترجمه میشه؟ پنجمین. نه میکشم خودم، میکشم.
بخواه که دست هم عربیش رو استفرم عربیم خیلی ضعیفه یه زدم نسرش گفتم کلان این رو ببین خوبه که عربیت ضعیفه اتفاقا حتما حتما دست بالا بگیر از این به بعد این رو ببین خمس چی میشه؟ یک پنجم درسته یک پنجم آفرین ببین گفتیم سه حرف اصلی بر وزن فعل اومد یک بر اون عدد ترجمه کن صرف اصلی بر وزن خمس بر وزن خمس اومده دیگه انگار خمسد خمس میشه یک پنجم ربع میشه یک چهارم ثلث میشه یک سوم اصلا ما میگیم مثلا میگیم ساعت 6 و ربعه یعنی 6 و یک چهارم ساعته یعنی ربع ساعته درسته بله قبول یا میگیم ثلث ساعت یعنی چند دقیقه ساعت 60 ثلث یه ساعت چند دقیقه میشه سی دقیقه نه 20 دقیقه آره الان قشن یک به اضافه یک چند میشه یه جوری استرس گرفتی که تمامه این داستان رو براتون بگم من سر جلسه کنکور توی یکی از سوالات ریاضی به این عدد رسیدم 5/5 خب و نزدیک 5-6 راه حل رفتم و بازم به عدد 5/5 میرسیدم و میگفتم چرا عدد 5 توی گزینه ها نیست و تهش که میخواستم رد کنم تازه فهمیدم آقا 5/5 میشه 1 خب این مدل استرس ها رو ما هم تجربه کردیم پس خمس میشه 1/5 وقتی یه خمس سکان عالم یعنی 1/5 ساکنان جهان اوکی؟ بله خیلی عمالی این رو برای من بگو یوم رابع من ایام الاسبوع اولا برای من ترجمه کن یوم رابع من ایام الاسبوع یعنی چی؟ روز چهارم از روزهای هفته خب چند چه روزی میشه؟ اربعه خب همین رو میخوام بگم نه خیرشم این روز اوله این روز دومه این روز سومه این روز چهارمه سه شنبه روز چهارمه هفته درسته آره هرچی سوال چیز دارم گذاشتم برات آقا یوم الرابع من ایام الاسبوع یوم الرابع روز چهارم بچه حواستون باشه میشه ثلاثا حواستون باشه این رو تو کنکور میارن ها مثلا به جای این که روز سه شنبه روز چهارشنبه یه چیز اینجوری بذارن میگن توی گزینه ها اینجوری میذارن مثلا یوم الثالث من ایام الاسبوع یا یوم الرابع من ایام الاسبوع حواستون باشه روزهای هفته رو بلد باشین احد میشه یک شنبه و در نتیجه ثلاثا و اربعا اینا هم برعکس میشه روز مثلا خود احد میشه روز دوم هفته خب از سبت میشه روز اول اوکی بله. پس حواستون باشه روزهای هفته رو حفظ کنین و در نتیجه اینها رو بلد باشین اینم یکی از دامهایی که براتون توی تستای کنکوری میذارن مرسی خانم فامیلتو یادم رفت علیزاده خانم علیزاده عزیز متشکرم مرسی سلامت باشین خب بریم خانم محمدی سلام سلام خانم دکتر وقتتون بخیر چطوری سلامت باشی ممنونم بیا با من یکی دو تا از این سوالا دو تا سوال همینه که هست میخوای بخوام آقا ببین از این باتری پورا هم بهت میدم دیگه جایزه سلامت باشی گفته اشرون ریالن فی خمسات یساوی مئت ریالن به من ترجمه گزینه اول رو بگو اشرون ریالن یعنی چی؟ یعنی 20 ریال ضرب در 5 میشه 100 ریال درسته یا؟ آره درسته دومی رو به من بگو تسعون ریالن تسعون میشه 90 ریال من هایه 20 مساوی 60 ریال نه غلطه دیگه غلطه این 70 11 ریالن میشه 11 ریال به اضافه 9 مساوی 7 ریال غلطه دیگه داره چرت میگه دیگه این میشه 20 بله. اون گفته 7 بله. که اشتباهه چرت میگه من جز تکی کلامامه این با ما توهین به سوالی آره سمانونه ریالن سمانونه چند میشه؟ میشه 90 ریال آخیش اشتباه کردی سمانونه چند میشه؟ سمانیت سمانونه میشه 90 نمیشه؟
بعد تس اونر هم گفتی 90، همه اعداد میشه 90 میشه 80. باری که الان سمانو نمیشه. من داشتم میگفتم چیزای دیگر رو قاطی نکنیم، توی ابتکار جدید زدی تو قاطی کردن. خب 80 ریال تقسیمون الا 20 تقسیم بر 20 مساوی 40 ریال که نه غلطه 4 میشه، 4 میشه دیگه، بعد اصلا واحدم نداره دیگه. خب این اوکیه، بس گزینه 4 هم رد شد. بعد بله. آها این رم برا من بگو دیگه میذارم بری. گفت ده گزینه درست رو برای جای خالی پیدا کنید. ایام الاسبوع چند تان؟ 7 دیگه. سبعت. من آها سبعت بگم یا سابعت؟ سبعت. 7 تا. سبعت. عدد اصلی. میخوام عدد اصلی بگم. ولیوم الوسط منها. روز وسطش چه روزی میشه؟ میشه سه شنبه. میشه سه شنبه. پس گزینه 2 درسته، گزینه اولم رد میشه. دیگه میذارم بری. مرسی، دمت گرم. متشکرم، سلامت باشین. خب بچه‌ها خسته نباشین، نظراتتون رو حتما با اکانت تیک ششتی ما در ارتباط بذارین. متشکرم که سر کلاس بودین. کلاس خیلی کلاس ساده و شیک و جیگر و ماهی بود. اعداد رو مطمئنم یاد گرفتین. بعد از کلاس حتما یک دور جزوه رو مرور میکنیم، سوالات رو میرین کار میکنیم براتون، کلیدش رو قرار میدیم و بعدش هم انشاءالله پاسخ ویدئویی رو براتون میذاریم. نظر دادن یادتون بره، همتون رو با هم کشتم. مرسی که سر کلاس بودین، متشکرم، خدا نگهدار همگی.